Is there a possible translation from German into French and English? And Farsi? Farsi. Okay? Man Farsi besser muss. Ich kann Deutsch reden, aber ich kann nicht perfekt Deutsch reden. Okay. Danke. Then go ahead, but speak slowly, please. Langsam sprechen. Ja. Damit die Übersetzer alles folgen klar können. Ja, mache ich. Bitte. در رابطه با خودم میخواستم مقداری صحبت بکنم به عنوان زنی که مدت 18 سال در ایران زندگی کردم بعد از انقلاب و مدت 2 سال یک بار در زندان بودم 2 سال و 8 ماه و یک بار به مدت 6 ماه و یک ماه به مدت 1 ماه که بعد از اون من فرار کردم به آلمان اومدم قبل از اینکه صحبتهایی که راجع به مسائلی که در زندان به من گذشته صحبت بکنم من چند خطی رو نوشتم که اگه اشکال نداره من اینو مطالعه کنم براتون عنوان کنم بعد مسائل زندان رو مطرح بکنم اگه اشکال نداشته باشه لازم میدونم که از حضور محترم دادگاه محترم چند دقیقه وقتی دادگاه رو بگیرم که شرایط جو حاکم بر ایران و موقعیت جو حاکم در اون زمانی که من ایران رو ترک کردم توضیح بدم که این توضیحات رابطه مستقیمی با این دادگاه داره که این توضیحات هم کمک بزرگی میکنه در تصمیم گیری شما در رابطه با مسائلی که در ایران میگذره جبه حاکم در زمانی که من ایران رو ترک کردم دستگیری دانشجویان معترض و کشتن اونها به طور سری و جنازه ها رو در بیابان رها کردن کشتن آنها در سلول های زندان و بعد به طوری که در مطبوعات اعلام میکردن که اونها خودکشی کردن و بعد از اعتراض و بعد از هر اعتراض دانشجویی چه مردمی دستگیری مجدد زندانیان سیاسی که آزاد شده بودن که از جمله خود من یکی از همون کسا بودم بعد از دستگیری ما از مسائلی که پیش میومد بعد از دستگیری مسائلی که پیش میومد برای دانشجویی که دستگیر میشدن یا افرادی که آزاد شده بودن مجدداً دستگیر می‌شدن پرت شدن از کوه با ماشین در دره پرت شدن به وسیله چاقو مردن تصادف اونها با ماشین و در این شرایط تمام دانشجویانی که علیه رژیم قیام کرده بودن و در زندانیای سیاسی روز به روز اعتراض مردم بیشتر می‌شد به خاطر چپاول سردمداران رژیم از جمله رئیس جمهور ولایت فقیه وزیر مجلس و تمام آخوندهایی که به ارگانهای اصلی مملکت در دستشونه در ایران اعدام شدن به خاطر خواندن کتاب به خاطر داشتن کتاب اعدام شدن به خاطر افکار آزادی خواهی اعدام شدن به خاطر اعتراض به قانون بربریت ملاها و آخوندها اعدام شدن به خاطر پخش یک اعلامیه اعدام شدن به خاطر اعتراضی که در رابطه با اینکه چرا هزینه و بودجه مملکت رو صرف هزینه هایی میکنن که در صورتی که روستاهای ما نداشتن امکانات آب و برق حتی پزشک در نقاط دوردست مملکت ما وجود نداره و افرادی که نمیتونن حتی شکم خودشون رو سیر بکنن حاکمان قدرت ایران میگن که ملا و آخوند حاکمان خدای روی زمین هستن یعنی اعتراض به حاکم خدا یعنی اعتراض به خدا و کسی که به خدا اعتراض بکنه کافره و کافر واجب القتله و اگر کسی یک کافر رو به قتل برسونه بعد از مرگ به بهش خواهد رفت شاید همین است که پاسداران و مزدوران رژیم برای به قتل رساندن معترضین از هم سبقت میگیرند. من از جهنم ایران زمانی فرار کردم به خاطر اینکه سابقه سیاسی داشتم و همین یه دلیل کافی بود برای اعدام من و خیلی از زندانیای سیاسی بعد از آزادی دستگیر شدن و اعدام به جوخهای اعدام سپرده شدن
من زمانی که دستگیر شدم 18 سالم بود. گفتن شرایط زندان، نوع شکنجه هایی که به من شده و رفتاری که به من شده، شاید گفتنش برام خیلی سخت باشه، ولی من برای خودم به اینجا نیومدم، بلکه به خاطر عزیزایی که به جوغه های اعدام سپرده شدن و عزیزایی که زیر شکنجه های وحشتناک جونشون رو از دست دادن. من زن ضعیفی نیستم، ولی مدت 18 سال در ایران زندگی کردن با شرایط و جبع حاکمی که در ایران هستش، گفتنش خیلی سخته. بعد از دستگیری من، چون من در منطقه جنگی دستگیر شدم، ناسیونالیتی من کرد هستم و جزء گروه سازمان مجاهدین خلق بودم و در یک منطقه جنگی دستگیر شدم، شرایط خیلی سختی رو با من، مسائل خیلی سختی رو با من انجام دادن. تجاوز. زمانی که وارد یک زندانی سیاسی وارد شکنجه هاشون میشه، برای خورد کردن یک زندانی، برای اینکه کوچیکش کنن، حقیرش کنن، اولین کاری که میکنن تجاوزه. چه زن چه مرد. مدت 15 روز از مچ پا منو آویزون کردن، یعنی به طوری که سر من پایین بود و پاهای من بالا. تجاوز با بطری روی تخت میخوابوندن، در صورتی که در حالی که چشمم روی چشام بود. با جسم سخت تجاوز میکردن، شوک الکتریکی به نوک سینه های من و جمجمه های من. روی صندلی میشوندن، دستای منو به این حالت، زیر دستای من سوزن میکردن و با فندک سوزن رو داغ میکردن. وادار میکردن که من مدفوعی خودم رو مصرف کنم، بخورم. توی گونی میکردن و گونی که از سقف آویزون بود با کاب شروع میکردن بزدن. روی زمین میخوابوندن، فلک بهش میگن. پاها رو داخل دوتا چوب میکنن، بعد با کاب میزنن. طوری شده بود که، یعنی همه زندانی و کسایی که زندان بودن میدونن من چی دارم میگم، بعد از خوردن کاب این کف پا به صورت یک پرتقال ورم میکرد، یعنی طوری میشد که نمیتونستیم راه بریم. و اکثرا چون حدود 2 ماه 3 ماه به همین حالت بود که ما رو زمین خودمونو میکشیدیم. از کارهای دیگه که در زندان میکردن، بیدار نگه داشتن بود. زندانی رو داخل یک اتاقی که همش به رنگهای سفید بود و باید ساعت‌ها اونجا سرپا وای میسودی بدونی که بخوابی. اعدام مصنوعی. من 3 بار اعدام مصنوعی شدم. یعنی صبح می اومدن، چون من زمان نمیدونستم، فقط می اومدن دم سلول میگفتن آماده باش که تو رو میخواییم اعدام بکنیم. و منو به جوخه اعدام میبردن، صدای اسلحه میشنیدم، بعد دوباره منو بر میگردوندن. و یک بار تناب دور گردنم انداختن. اگه سوالی داری من حاضرم جواب بدم سوال. Merci pour votre question. Pardon. Oui, bien sûr, bien sûr.
Voilà, Madame Boussouf voudrait vous poser quelques questions. Azadi, liberté. Vous aviez quel âge quand vous avez quitté l'Iran? من 37 سالم بود از ایران خارج شدم. C'était en quelle année? 99. 28 دسامبر 99. Oui, monsieur. Je voulais vous demander, si, pardonnez-nous si c'est un peu technique, mais en quelle année est-ce que vous avez été emprisonné? Est-ce qu'on vous a signifié un motif de cet emprisonnement? Et enfin, pour quelle durée avez-vous été emprisonné? Oui. Quand est-ce qu'elle a été emprisonnée? En quelle année? Est-ce que, à ce moment-là, ces geôliers lui ont signifié les raisons de cet emprisonnement? Et ensuite de ça, combien de temps après a-t-elle été libérée? من سال 1982 در کردستان دستگیر شدم چون عازم بودم برای چون سازمان مجاهدین اعلام کرده بود اعلام جنگ مسلحانه کرده بود بر علیه رژیم برای همین از گروه ها و هواداران سازمان خواسته بودش که تا اونجایی که میتونیم خودمون رو به عراق برسونیم و دورای چریکی ببینیم و مجددا برای عملیات درون مرزی و برون مرزی آماده بشیم که من جزو کسایی بودم که برای عملیات چریکی میخواستم وارد خاک عراق بشم که مجدداً برای عملیات درون مرزی وارد خاک ایران بشم بعد توی کردستان من دستگیر شدم بعد جرمم هم تا زمانی که اونجا وقتی توی منطقه جنگی من دستگیر شدم دیگه نیازی به این نبود که جرم من ثابت بشه و تو همون منطقه جنگی چون من دستگیر شدم من اعترافی نکردم ولی چون به عنوان یک منطقه‌ای که در حالت جنگ بود و یک فرد بیگانه چون از تهران حرکت کرده بودم و روی این حساب بعد از اینکه دستگیر شدم تو زیر اول شکنجه من اعتراف کردم که کجا میخواستم برم و برای چه کاری میخواستم برم چون هیچ کسی نمیتونه دوام بیاره نتونه اعتراف نکنه لیبره کمبین تان اپره را؟ من سال 84 بین 84 85 من آزاد شدم. Et dernière question pour ce qui est de moi. Quand vous avez subi ces tortures que vous nous avez racontées, est-ce que c'était pour vous faire parler ou pour vous punir de ce que vous étiez une ennemie du régime. در هر حال کسی که دستگیر میشه به عنوان یک مبارز سیاسی یعنی اینکه مخالف رژیمه و زمانی که اینا وقتی کسی رو دستگیر میکنن یک فرد سیاسی رو دستگیر میکنن در مرحله اول تخلیه اطلاعاتی میخوان یعنی میخوان اطلاعاتی رو از تو کسب بکنن اسم گروه، ساعت، کجا، اینا رو همه رو احتیاج دارن که از تو اطلاعات کسب بکنن برای همین شکنجت میدن. وقتی شکنجت بدن به هر حال من فکر کنم با اولین ضربه کابل هر کسی اعتراف میکنه. حتی اون سمپاتایی که در سطح بودن، گروه های بزرگ آدمایی بودن که سرپرست بودن، اونا هم اعتراف کردن و منم اعتراف کردم. و وقتی اعتراف میکنی با اون یک اعتراف اولت قانع نیستن. انقدر میزننت انقدر شکنجت میدن که کاملا تخلیه بشی بعد که کاملا تخلیه شدی ازت میخوان که همکاری بکنی و اگر همکاری نکنی مجددا ادامه میدن کار شکنجهشون رو یعنی یک زندانی دو حال داره یا باید کشته شه یا باید همکاری کنه
باید به خودش انتخاب بکنه یک زندانی و خیلی از بچه هایی که اعدام شدن انتخاب کردن که کشته شن. Et alors comment est-ce qu'elle a échappé à la mort? من انتخاب کردم زنده باشم. انتخاب کردم زنده باشم که بتونم در آینده گویای اتفاقایی که تو زندان افتاده برای آیندگان باشم. من بعد از اینکه تخلیه اطلاعاتی شدم اینا دو سال و تقریبا چهار ماه پنج ماه من زندان بودم، خودشون آزاد کردن از من، از من تعهد گرفتن در صورتی که کوچکترین فعالیتی داشته باشم مجددا منو دستگیر میکنن، که من تعهد دادم که به هیچ عنوان با هیچ گروه سیاسی فعالیت نخواهم کرد و وفادار به نظام جمهوری اسلامی هستم. با این تعهد من آزاد شدم. Et durant ces deux ans et demi, est-ce qu'il y a eu à un moment donné, c'est ma dernière question, monsieur le président, est-ce qu'il y a eu à un moment donné une sorte de jugement? Est-ce que vous avez été uniquement torturé pour vous faire avouer, ou est-ce qu'il y a eu à un moment un jugement vous condamnant à une peine quelconque? بله، بله مترجمه کردم. نه در ایران در زندان اوین یا در زندان کچویی یا در زندان گوهردشت دادگاهی وجود نداره، یعنی کسی که بازپرس تو هستش شکنجه‌گرته، مأمور اعدامت هم هستش، یعنی سه نفر معمولا سه نفر بازجویی میکنن در این حال، هم قاضیتن هم وکیلتن هم مجری قانون هستن، اینه که دادگاه من نه دادگاهی تشکیل نشده. من سوال قبلشون رو متوجه نشدم در رابطه با اینکه چطور من آزاد شدم که عنوان کردم. مرسی. تشکر. مرسی. مدام، vous avez utilisé deux fois l'expression territoire en guerre. Est-ce que vous faites allusion à la guerre entre l'Iran et l'Irak? On vous avait dit que vous êtes arrêté au Kurdistan en 82. Est-ce que vous êtes kurde? Merci, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que mes collègues ont des questions? Father Kaplan? Do you feel that you're in any danger now? Danger of retribution from the regime? نه تنها من، 75 میلیون ایرانی در خطرم. Thank you. Other questions? No? Well, thank you very much for being with us. Yeah. And wish you all the best. Thank you very much for all your... منم متشکرم از این دادگاهی که تشکیل دادین. من سوالی که شما در مرحله دادگاه مطرح کردین که شماها چه کاری میتونین بکنین؟ این گفته من و تمام ایرانیایی که در بند هستن، خواهش ما اینه که صدای ما رو، فریاد ما رو به گوش افرادی که دارن معامله های سنگین با جمهوری اسلامی میکنن و جمهوری اسلامی با این معامله هاست که بقاشو داره ادامه میده، خواهش میکنم که فریاد ما رو به گوش کسانی برسونین که
حداقل گوش شنوا داشته باشن و به داد 65 میلیون ایرانی که در ایران در اسارت هستن و نزدیک 5 میلیون ایرانی در غربت هستیم به داد ماها برسین چون ما نیاز به کمک داریم. ممنون. کو فریاد رسی؟ برنامه از کمیته طرح و پیگیری و دفاع از شکنجه شدگان جمهوری اسلامی. خب با سلام دوباره، این هم به حسب از شهادت یکی از ایرانیان عزیز که در اونجا بودن. اگر این که دیدین تصویرتون یه ذره تار بود، این اشکالی از تلویزیون شما نبود. این هموطن عزیز خانم آزاده خواسته بودن که ما صورتشون چهرهشون رو فیلم برداری نکنیم و به حالت تار باشه، که ما هم انجام وظیفه کردیم از آقای آتابای به این خواسته ایشون احترام گذاشتن. البته نیما متوجه شدیم یه چند نفر دیگه همون داشتن فیلم برداری میکردن، اونا به همین صورت از خانم آزاده وقتیشن فیلم برداری میکردن ایشون صورت ایشون رو خواستیم تار بکنیم. و واقعا دیدن این فیلم ها چقدر سعید دردآور بوده، حتما من مطمئنم که چقدر براتون سخت بوده که بشینین و این چیزها رو ببینید. بسیار مشکل بود، میگم همینطور که من صبحم گفتم با اون که من خودم وکیل بودم، وکیل هستم و بعض ما عکسایی رو میبینم یا با اشخاصی رو صحبت میکنم که مسائلشون خیلی دردناکه، ولی با این توصیف هنوز وقتی که آدم میشنید این مسائل رو خود به خود عشق از چشها روان میشد. من میخوام هموطنان آمدن رو خط بذاریم ببینیم جواب بدیم، ولی بازم فیلم داریم، میخوایم فیلم ها رو نشون بدیم، وقت زیادی نداریم. این فیلم ها رو من میخوام به طور مرتب نشون بدیم از افراد مختلف. ما 18 نفر حدودا شهادت دادن و دوست دارم که تا اونجایی که میتونه شما هموطنان شهادت این اشخاص رو ببینید و ببینید که اینها چی کشیدن و در اون مملکت ما چی میگذره. بفرمایید هموطن، رو خط هستید. حال شما خوبه؟ آقای دکتر گنجی. دکتر گنجی هنوز رو خط نیستن، از اتاق فرمان میخوایم که بگیرنشون رو خط که بتونن جواب شما رو بدن، ولی مطرح کنیم میشنون صدای شما رو. صدای ما رو میشنون؟ بله قربان، بفرمایید. از اون خوبه؟ مرسی، خیلی ممنون. بیا ایدم، این فیلمو من دیدم، این فیلمو من دیدم. الان این شخصی که شما الان در همون دادگاه در آلمان بوده یا کشور اروپایی هست، میشه لطف کنین صدای تلویزیونتون رو کم کنین که اکو نکنه؟ ممنون میشه. این شخص الان صدای ما رو میشنوه؟ اگه بیدار باشن نمیدونیم ما، والا که میشنم. ایشون گفت 1982 در منطقه جنگی بوده، توجه میکنی؟ 1982 که هنوز حکومت جمهوری اسلامی قد منفور نبوده. 1982 اون به عنوان جاسوسه صدام حسین بر علیه منافع ایران عمل میکرده. خودش الان گفت که یه جاسوس برای صدام حسین بوده. هر جای دنیا همچی آدمی در جای اعدام میکنن، همین در ایرانش هم اعدام میکنن. چطور یه آدمی یه کشوری که به ما حمله کرده تمام منافع و منابع ما رو، شهرهای ما رو مورد تعرض قرار داده بوده و این شخص به عنوان جاسوسی میخواسته از من رد بشه و حمله ها و به اصطلاح مراکز حیاتی ما رو در اختیار دشمن قرار بده؟ این جز اینکه یک جاسوس بوده، یک خائن بوده، من تعجب میکنم این چطور زنده گذاشتن. این باید اعدام میشده. من نمیدونم آقای دکتر گنجی برای خائنین به ایران، برای جاسوسان ایران اشک میریزن دفاع میکنه؟ این درست نبود که اصلا. ثانیاً و ثابت شده که دیگه این گروه مجاهدین به خاطر همکاری هایی که با صدام حسین کردن در زمان جنگ، هرچند که این رژیم هرچی بوده، نباید با دشمن خارجی بر علیه ملت ایران هم دست بزنن. اینا جایی ندارن. گروه دومی هم که در ایران جایی ندارن، گروه سلطنت طلبای دزد فراری هستن که میخوان این خاندان فاسد پهلوی دوباره بیارن سر کار. شما اجازه ندارین توهین کنین، خواهش میکنم اگه ممکنه درست صحبت کنین. درست صحبت میکنین. اینا در ایران، آینده ایران جایی ندارن. مبارزین ایران، شما یه ایرانی هستی، یه رأی دارین، شما یه رأی دارین. قربون اکبر گنجی،
بله ایشون اونا اونا مبارزن ولی اینا باید در بیان در ایران قدرت رو به دست بگیرن. مبارزین ایران داخل ایران هستن. دقیقاً شما درست میگین ولی شما یه رأی دارین به عنوان ایران داخل. ما میدونیم که مبارزین ایران در داخل ایران هموطن عزیز شما شکی نداشته باشین که ما اینو میدین ولی شما یه رأی دارین، مردم ایران هر کدوم یه رأی دارن، اجازه بدین هر کدوم رأیمون رو برای روزی که میدیم پای صندوق ها نگه داریم. بفرمایید هموطن عزیز روی خط هستین. درود بر شما، خسته نباشید. مرسی خانم. ببخشید من خواستم خودم معرفی کنم، البته اسممو نمیگم. خواهش میکنم. به خاطری که من یک بار رو خط آقای آتابای اومدم، من چون الان صحبت این خانم شنیدم و متاسفانه صحبت این هموطنی که الان صحبت کردن شنیدم، یه مقدار متاسف شدم برای اینکه من خودم از کسانی هستم که 6 سال در زندان جمهوری اسلامی بودم. پسرم در زندان جمهوری اسلامی به دنیا اومده و خیلی شرایط خیلی بدی داشتن که من فرزندم اونجا، البته خب تو شرایط دادگاه شما اینا من چون دیر متوجه شدم شرکت نکردم و برادرم در سال 67 قتل عام به زندانیان سیاسی اعدام شده. من کاملا آقای عبقری رو میشناسم چون من در شهر آقای عبقری اینا زندگی میکنم و کاملا زندگی منو همشون میدونن اینا و متاسفم برای هموطن همچین آدمایی نمیخوام بگم اینا وطن فروشن یا خود فروشن، بالاخره من اینا تاسف به حالشون میخورم که درک نمیکنن که یه خانم حتی اگر مجرم هم باشه، هر مسئله هم داشته باشه، زندان براش خیلی مشکله با اون شرایطش. من اتفاقا یک بار اومدم بود اعدام خیلی راحت تر از زندانه، درسته؟ در مورد شکنجه صحبت کردم، گفتم وقتی ما میگیم شکنجه یعنی شکنجه با اون ابعادش. من البته بگم منم در تو با سازمان مجاهدین رفتم زندان و بچه من در زندان با چه شرایطی که نرمی استخوان گرفت، حتی این بچه در سن 2 سالگی نمیتونست راه بره. البته الان خداشو من پسرم 16 ساله است و خیلی فرحال و اینا هم هست، ولی شرایط ما ها دیدیم تو اوین و قزلستان و اون جایی که من تو شهرستان خودمون که بودیم که بعد ما رو منتقل کردن. متاسفم برای همچین آقایی یا دیگرانی که میخوان این مبارزات رو هر شکلی و هر اینجا که صحبت مجاهدین و سلطنت طلب و چریک فتح اینا نیست. ما ها یک بار من اینو عنوان کردم، ما ها در زندان اصلا مسائل برامون نبود، همه با هم شکنجه میشدیم، همه با هم شلاق میخوردیم، نه اون چون مجاهده، نه این چون چپه، نه اون چون راسته، همه با هم. ولی متاسفانه در بیرون از زندان خیلی مسائل ماها داریم میبینیم که اینا چقدر دارن تفرقه و اینا همش به نظر من آب به آسیاب جمهوری اسلامی ریخته میشه و امثال مثل ماها که تو اون شرایط زندان بودیم. ایشون میگن شما نمیدونم جاسوس صدام بودین. آقای نمیدونم ایشون چه اصلا افکاری دارن که شما فکر میکنید که یه زن نصف شب ما تو اتاقای انفرادی میخوابیدیم؟ خب اختیارمون که نبود، دست خودمون از بیرون در رو باز میکردن. دیدی ساعت 2-3 این نامردا میمدن ماره برمی داشتن به بهونه باجی. البته من نمیخوام باز کنم چون اینقدر متاسفانه مجبور میکنن، خیلی اومدن شکنجه ها رو باز کردن. من خانم سودا بردوان همه شونه میشناسم، ولی وقتی ما میگیم یه زن هستیم و تو اون شرایط اختیارمون دست خودمون نیست، اون آقا اگه خود زن داره، خواهر داره، شرایط داره، باید متوجه این مسائل بشه. من ناراحتم که اینا مبارزات اینجوری دارن نفت میکنن، امثالی مثل ما که زندگی همونی دادیم. برادر من در سال 67 به هیچ دلیل، به هیچ دلیلی، نه جاسوس صدام بود، هوادار مجاهدین بود که در سال 61 تو فازی که فاز سیاسی بود و هیچ مسئله هم نبود، ایشون زندان رفت. بعدی چند سال در زندان که میخواستن آزادش کنن، خوششون اومد، عشقشون رسید که دستشون رو به خون مردم آلوده کنن و کردن. یک سال گفتن اینا تا صبح باید چون منافق اصلا همه باید بدن. من نمیدونم چرا بعد از 3 ماه که برادر من کشتن به ما اطلاع دادن که بچه‌ها رو در فلان جا توی چاله بردن همه کردن، که حتی به مادر من گفتن حق نداری شما گریه کنید یا مراسم برای اینا بگیرید. من متاسفم برای همچون آدمای وطن فروشی چون اینا دستشون اینا هیچ کار نمیتونن بکنن، برای که حق همیشه روشنه و همیشه ماها اگه مبارزه کردیم، اگه پای همه مسائل ایستادیم. فقط من آقای دکتر گنجی رو 2-3 بار در واشنگتن چون در سفارت فرانسه من ایشون دیدم، باهاشون صحبت کردم. ماها نه من، همه امثال مثل ما که زندان بودن، حالا با هر عقیده ای که دارن، مطمئن باشه ماها اینقدر پافشاری درایمون میکنیم با هر عقیده مون برای که بتونیم ایران رو آزاد کنیم. نه میایم مثل دیاره گیم هواپیما مستقیم برید. بابا شما هنوز رو به روی آخون وای نفادین آقایی که شما صحبت میکنید، هنوز وقتی توی دادگاهی بدون هیئت منصفه شما رو محاکمه بکنن، انگ منافق، انگ همه چیز بهتون بزنن، یک چه فرخواست 50 تا مادهی براتون بنویسن، آقا بعدم به نظره تو سلول افرادی با این بچه که ندونیم بچه کوچه که ساعت دارین سه شب. خانم ببخشید من وقت برنامه تو ساعت سه شب من رو برسن بردن بازی بچه من تا صبح گرگی. وقتی اومدم مزرعه من الان سینه مشکل پیدا کرده برای اینکه دکتر گفته ممکنه تومور. من به دکتر آمریکایی گفتم بابا ساری من این بچه‌م تو لحظاتی که با شیر میدادم به بچه‌م نمیتونستم. آقای واقعزار شما که میگین اینا جاسوسان یا هرچی هستن، یه خود شرف داشته باشید. من سینم الان اون کرده احساس برای جاری برای که اون من نمیتونه سر بچه‌م شیره، برای که اون آقای آخوندها عشقشون میگرفت من رو بردارم برای باشی افیاد. برای که بچه من حتی من
پسر بهش گفتم بچه من بود بچه تو منافق بچه یک منافق باید از بین بره. اینا این وصیت دلم اینا بچه من یا اون عاطفه 16 ساله که اعدام کردم براشون فرق نمیکنه. من اومد تو زندان گفتیم در اصلا قضا اینجوری هرچی کافوری میرون توی قضا گفت مگه به شما قضا میدم اینا باید بگم از فردا قضای شما رو حفظ کنن شما نمیدین آبت هیول هایی روبرو بودی من